سلام به استدیوی آزادی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه ششم ماه سنبله سال 1397 است. من جعفر احمدی میزبان شماستم. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایتش را از پیشنهاد مشروط آتش بس سه ماهه حکومت افغانستان اعلام کرده است. این شورا از طالبان نیز خواسته که از جنگ دست بکشند. شورای امنیت سازمان ملل متحد از گروه طالبان خواست که پیشنهاد مشروط آتش بس حکومت افغانستان را فوراً بپذیرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان یک روز پیش از عید قربان با طالبان آتش بس سه ماهه اعلان کرد. شرط این آتش بس آن است که طالبان هم رهایتش کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد ناوقت دیروز با انتشار یک اعلامیه از طالبان نیز خواست که به پیشنهاد بی قید و شرط صلح 28 فوریه آقای غنی احترام بگذارند. در این اعلامیه روی پیشبرد مذاکرات صلح افغانستان به رهبری و مالکیت افغانها تاکید شده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است که بر وضع دوباره تحریم‌های آمریکا بالای کشورش غلبه خواهند کرد. آقای روحانی امروز در پارلمان ایران تعهد سپرد که مقام‌های به گفته خودش ضد ایران در قصر سفید را شکست خواهند داد. حسن روحانی برای پاسخدهی به سوالهای وکیلان امروز به پارلمان ایران احضار شد، اما او توانست از 5 سوال در مورد وضعیت اقتصادی، کاهش شدید ارزش ریال و بیکاری تنها به سوال در مورد تحریم‌های بانکی قناعت وکیلان را حاصل کند و سایر موضوعات به قوه قضاییه راجع شد. روحانی در بخشی از سخنانش افزود که ادعای در قصر سفید علیه ایران توطئه می‌کنند. ما نمیگذاریم یک مش ضد ایرانی که امروز در کاخ سفید جمع شدن بخوان علیه ما توطئه کنند. وکیلان روحانی و تیمش را به خاطر آنچه بسیاری از اقتصاددانها نتیجه خروج ایالات متحده آمریکا از موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 با ایران و وضع دوباره تحریم‌های آمریکا بالای این کشور خواندند مقصر می‌دانند. از زمانی که روحانی در سال 2013 به قدرت رسید، نخستین بار است که او از سوی پارلمان کشورش احضار می‌شود. دوچار شک شدند. این شک را ما باید درمان کنیم. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک گزارش گفته است که تمامی طرف‌های درگیر جنگ در یمن شاید جنایات جنگی را مرتکب شده باشند. این نخستین گزارش از تحقیق این اداره در مورد جنگ یمن است. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد تحقیقات را از سپتامبر 2014 تا جون 2018 در بخش‌های از یمن انجام داده است. هیئت سه نفری سازمان ملل متحد امروز گزارشش را در مورد جنگ یمن منتشر کرد. در این گزارش با کشته شدن غیر نظامیان در جریان حمله ها به شمول بمباران هوایی، تجاوز جنسی و جلب و جذب پسران کم سن برای شرکت در جنگ اشاره شده است. بر اساس گزارش، نیروهای ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی بیشترین غیر نظامیان را کشتند. مکانهای بود و باش افراد ملکی، بازارها، مراسم جنازه، محافل عروسی، مرکزهای صحی و یک کشتی حامل غیر نظامیان بمباران شدند. این هم در گزارش آمده است. از آغاز جنگ یمن در ماه مارچ سال 2015 به این سو نزدیک به 10,000 تن کشته شدند. تریزا می صدر اعظم بریتانیا امروز گفت که کشورش پس از خروج از اتحادیه اروپا یا برگزیت با یک سرمایه گذار پیشتاز در افریقا مبدل خواهد شد. خانم این سخن را امروز در افریقای جنوبی ابراز کرد. انتظار می رود او به هدف تقویت روابط تجارتی با نایجیریا و کنیا نیز برود. تریزا می سفر سه روزه‌اش به افریقا را امروز از شهر کیپ تاون آغاز کرد. گروه از تاجران بریتانیایی خانم می را در این سفر همراهی می کند. صدر اعظم بریتانیا تعهد سپرد که سرمایه گذاری در افریقا را اولویت بندی خواهد کرد.
او افزود که مشارکت تازه را نیز میان بریتانیا و دوستان افریقاییشان ایجاد میکند. حزب خانم می به خاطر طرحش در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با برگزیت دچار دو دستگی شده و او در تلاش است تا حزبش را متحد بسازد. و ده ها تن از امریکای جنوبی با استفاده از چترها از کوه‌ها به زمین فرود آمدند. رقابت کننده های ملبس با لباس های رنگارنگ این کار را در بولیویا انجام دادند. این مسابقه هیجانی با اشتراک بیش از 50 تن از کوه‌های اندیز آغاز شد. رقابت کننده ها از برازیل، پیرو، چیلی، ارجنتین و بولیویا هستند. بلند و تیز پرواز کردن شرط برنده شدن است. شمال در سطح بحر آرام و ملایم است. در وسط کوههای ما همیشه تلاطم بیشتر وجود دارد. این سرگرمی است. با وصف آن که در مواقع مشخص خطرناک است، اما سطح بحر اندکی مسون‌تر است. این رقابت ها در دهه 80 و 90 در جهان علاقمند پیدا کرد و شمار دزدارانش در بولیویا ظرف سالهای اخیر افزایش یافته است. استادیو آزادی را همیشه در صفحه اینترنت و فیسبوک ما تماشا کرده می توانید. از همراهیتان تشکر. خدا نگهدار.